بر بینندگان و شنوندگان محترم سی تیوی با آموزش دستور زبان فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم خب امروز میخوایم با آموزش کلمات شروع کنیم اولین کلمه ای که امروز بچه ها براتون در نظر گرفتم کلمه بیرد بیرد به معنای ریش ریش پس کلمات ما با حرف بی داره تکرار میشه خب مثلا میتونیم مثال بزنیم برای کلماتمون که بهترین کلمات توی ذهنمون جا بگیره For example, my father had a long beard. پدر من یه ریش بلند داشت و خیلی کلمات دیگه و لطف کنید برای هر کلمه یه مثال کوچیک کنارش بنویسید بچه ها یک جمله مثال بزنید و با توجه به این جملات بتونید این کلمات رو خیلی راحت تر تو ذهنتون داشته باشین خب نیکس کلمه بعدیمون بیوتیفول 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 معنی زیبا خوشگل یا قشنگ و معانی مشابه داره خاطرتون هست گفتم وقتی کلمات هم معنی باشن با ویرگول از همدیگه جدا میشن و ویرگول یکی از نشانه های نگارش هست پس من برای اینکه معانی مترادف رو کنار همدیگه قرار بدم از ویرگول استفاده کردم بیوتیفول for example بیوتیفول woman beautiful girl beautiful boy و هر کلمه دیگه میتونید مثال بزنید ازش خب کلمه بعدی ما because because کلمه because معنی چون زیرا برای اینکه خب وقتی ما میخوایم دلیل یک کاری رو توضیح بدیم توی جمله از بیکاز استفاده میکنیم پس وقتی اگر سوال از ما کردن وای از WH question از ما سوال کردن در جواب ما میگیم بیکاز برای اینکه یا زیرا و ادامه جملهمون رو می نویسیم. پس بیکاز یکی از کلمات پرکاربرد هست معنی بیکاز چون برای اینکه زیرا همش درست بچه ها خب بریم سراغ نکس کلمه بعدیمون بد بد خب کلمه بد معنی تخت و بستر میده حالا اگر این کلمه بیاد با روم ترکیب بشه میشه بد روم bedroom bedroom معنی اتاق خواب میده بچه ها پس کلمه بعدیمون شد bedroom اتاق خواب خب نیکس کلمه بی 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 دبل ای بی یعنی زنبور یا زنبور اصل خب حالا همین بی رو داشته باشید فقط کافی یه حرف اف کنارش بذارید میشه بیف بیف به گوشت گاف بچه ها میگن بیف بیف پس لطف کنید یه قلم و کاغذ بیارید و شروع کنید این کلمات رو انگلیسی و فارسیش رو با هم دیگه بنویسیم بچه ها خب نکس شما بخونید برای من چی هست؟ بله بی فور بی فور معنی قبل یا پیش میده توی خیلی از جملات ما استفاده میکنیم بچه ها بی فور بی فور. خب بریم ببینیم دیگه چه کلماتی داریم کلمه بعدیمون بیگینینگ تکرار کنید بعد از من بیگینینگ بیگینینگ یعنی شروع سراغاز خاطرتون هست جلسات قبل در مورد ابتدا و آغاز صحبت کردیم و گفتیم فرست معنی شروع ابتدا پس میتونه یه, حالت هم معنی داشته باشن و این کلمات و هم دیگه از لحاظ معنی هم معنی باشن کلمه beginning پس شد استارت یا اوپنینگ مثال بزنین توی جمله this is just the beginning in the beginning at the beginning from the beginning خیلی توی جزء کلمات خیلی پرکاربرد هست بچه هم. مثلا وقتی میخوایم بگیم از شروع تا پایان from beginning of the end from beginning of the end از شروع تا پایان خب بریم کلمه بعدی behind behind کلمه behind معنی پشت یا عقب میده وقتی میخوایم بگیم پشت یه چیزی از کلمه behind استفاده میکنیم پشت عقب کلمه بعد below below کلمه below یا under under معنی زیر یا تحت زیر یا تحت مثلا میخوایم بگیم مثال بزنیم توی جمله بگیم زیر میانگین میگیم below average below average مثلا میخوایم بگیم زیر صفر میگیم below zero below zero خوام بگیم زیر خط below the line below the line. بگم پشت سرم بیا. walk behind me. خب میخوام بگم زیر خط تکرار میکنم below the line. پس خیلی کاربرد این کلمه داره و میتونیم توی مثال های مختلف ازش استفاده کنیم خب کلمه بعدی بلت بلت معنی کمربند کمربند بلت کمربند کلمه بعدی رو شما بخونید برای من بند 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 معنی پیچ یا خم میده بچه ها بند بند خب بریم سراغ کلمه بعد بهتر بهتر مثلا میخوایم بگیم بهتر از بهتر دن بهتر میشه بهتر بهتر یا بهتر از بتردن دن میشه بهتر خب بیتوین یعنی ما بین بچه ها ما بین چیزی یا کسی وقتی میخوایم از کلمه بین یا ما بین استفاده کنیم از کلمه بیتوین میتونیم بگیم پس کاربرد کلمه بیتوین یعنی بین و ما بین هر دوتاش درست هست و آخرین کلمه که امروز داریم کلمه بایسیکل بایسیکل یعنی دوچرخه بایسیکل یعنی دوچرخه بسیار عالی خب حالا بریم سراغ جمله سازی امروز من یه سری جملات نوشتم در حقیقت یه سری کلماتی هستن به صورت به هم ریخته و ما میخوایم این کلمات رو در جای مشخص و جای درست خودشون قرار بدیم وقتی میگیم ما میخوایم جمله بسازیم یعنی make a sentence ساختن جمله یا جمله بسازید یعنی که باید کلمات رو در جای مشخص به کار ببریم خب نگاه میکنیم به جمله اولمون کلماتی مثل مینا نوشت را تکالیفش کلمات رو تکرار میکنم بچه ها مینا نوشت را تکالیفش خب حالا اگر من بخوام جمله رو درست بسازم باید اولین نقش جمله یعنی اون شخصی که در جمله کار رو انجام میده که شخص مینا هست اول کلمه به کار ببرم و اینجا خود اول نوشته شده مینا خب پس مینا میذارم کلمه اول خب میخوام در مورد مینا فکر کنم میبینم کلمه نوشت دارم و تکالیفش و را به عنوان حرف اضافه هست خب مینا چه عملی رو بچه ها انجام داده؟ در جمله عمل نوشتن رو انجام داده. پس عمل نوشتن یا فعل یا عملی که مینا در جمله انجام داده به صورت کلمه ای هست که باید آخر سر نوشته بشه. پس من نوشت رو نمیتونم بغل مینا بذارم. چرا؟ به خاطر اینکه تکالیفش رو دارم. کلمه دیگه رو دارم برای توضیح بیشتر جمله. خب پس می, می نویسیم مینا تکالیفش را نوشت و به این صورت جمله ما کامل میشه و ما میتونیم یه جمله سازی خوب داشته باشیم مینا وان تکالیفش تو را تری نوشت فور و این چهار کلمه در کنار همدیگه سر جای خودشون نوشته شدن خب بریم مثال شماره دو در مثال شماره دو باز به همین صورت کلمات به صورت نامرتب هستن بچه ها و من میخوام که اول شما این کلمات رو بنویسید به صورت نامرتب و بیایم با همدیگه با توجه به نقش این کلمات در جمله کنار همدیگه این کلمات رو قرار بدیم خب در جمله مادر شست لباس ها را مادر به عنوان شخصی هست یا کسی هست در جمله و میتونیم بگیم فاعل یا نهاد جمله هست که کار رو میخواد در جمله انجام بده پس مادر باید اول نوشته بشه خب مادر چه عملی رو انجام داد بچه ها؟ بله درسته شست یعنی عمل شستن پس فعل جمله ما میشه شست 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 رو بیزنیم آخر می نویسیم خب حالا میتونیم سوال کنیم از فعل جملمون مادر چه چیزی را شست در جواب میگیم لباس ها را لباس ها رو به عنوان دومین و را نشانه کنار لباس ها نوشته میشه خب بچه هنوز ما نقش کامل این کلمات رو یاد نگرفتیم اما الان متوجه شدیم برای اینکه میخوایم یه جمله سازی خوبی داشته باشیم به چه ترتیب این کلمات رو باید در کنار همدیگه قرار بدیم مادر یک لباس ها دو را سه و شس میشه شماره چهار خب مثال بعد کتاب حسام خرید را از کتاب فروشی خب امکان داره کلماتمون یه مقدار بیشترم باشه هیچ اشکالی نداره ما میخوایم سعی کنیم که این کلمات رو در جای مشخص خودش قرار بدیم خب اون شخص کی هست که میخواد عملی رو انجام بده؟ آفرین حسام یعنی کلمه دوم رو باید اول بنویسیم خب حسام چه کاری رو میخواد انجام بده؟ عمل آفرین خریدن پس خرید به عنوان فعل جمله آخرین کلمه باید نوشته بشه خب حسام خرید خب نگاه کنیم ببینیم بچه ها چه چیزی توی جمله امکان خریدنش هست و ما از کجا میتونیم تهیهش کنیم کلمه کتاب رو داریم را رو داریم از و کتاب فروشی و خیلی راحت اگر فکر کنیم در مورد این جمله میتونیم متوجه بشیم که حسام کتاب را از کتاب فروشی خرید کتاب به عنوان کلمه هست که خریداری شده و از یه محل و یه مکانی با ما باید این کتاب رو بخریم بچه ها. پس اون مکان و محل کلمه بعدی باید نوشته بشه خب حالا با این ترتیب جمله ما کامل شد شد حسام کتاب را از کتاب فروشی خرید خب توی جلسات آینده من نقش تک تک این کلمات رو کاملا برای شما توضیح میدم اما امروز میخوایم در مورد نقش مفعول صحبت کنیم بچه ها اگر یه نگاه دوباره به این ستا جمله ای که با همدیگه کار کردیم بندازیم توی تصویر میبینید که بچه ها من اومدم زیر کلمات مشخصی خط کشیدم و زیرشون نوشتم مفعول و بعد از کلمه مفعول را رو به عنوان نشانه مفعول در نظر گرفتم پس اگر ما جملاتمون رو بخوایم به صورت نقش اون کلمه در اون جمله مشخص کنیم در جمله اول که میگه مینا تکالیفش را نوشت تکالیف میشه مفعول و را میشه نشانه مفعول و ما میتونیم سوال کنیم مینا چه چیزی را نوشت؟ در جواب میگیم تکالیفش را ببینید بچه ها رای پیدا کردن مفعول مینا مفعول لباس ها و را نشانه مفعول و شما دفعه از شما سوال رو بپرسید بچه ها چگونه باید سوالش رو مطرح کنیم؟ بگیم مادر چه چیزی را شست؟ در جواب میگیم لباس ها را پس اون چیزی که در جواب ما میاد میشه مفعول و در جمله آخرمون هم به همین صورت هستش وقتی میگیم حسام کتاب را از کتاب فروشی خرید باز میتونیم سوال کنیم حسام چه چیزی را خرید یا چه چیزی را از کتاب فروشی خرید و در جواب میگیم کتاب را کلمه کتاب مفعول و را نشانه مفعول به همین صورتی که توی تصویر میبینید میتونید بچه ها نقش کلمه مفعول رو زیرش مشخص کنید و را رو به عنوان نشانه مفعول در نظر بگیریم خب بهتر هستش که حالا که در مورد مفعول حرف زدیم بیام یه توضیح از مفعول هم داشته باشیم مفعول یا آبجکت واجه است که بر کسی یا چیزی که فعل بر او واقع شده است دلالت می کند. تکرار می کنم بچه ها. مفعول چیست؟ اگر بخوایم یه تعریفی از مفعول داشته باشیم میتونیم بگیم مفعول یک کلمه یا یه واجه است که بر کسی یا چیزی که فعل بر او واقع شده است دلالت می کند. خب راه های پیدا کردن مفعول به چه صورت هست؟ از چه راهی؟ اگر دقت کرده باشین تو مثال قبلی من یکی از راه های پیدا کردنش رو براتون توضیح دادم. اول باید فعل را پیدا کنیم. پس فعل را که پیدا کردیم از فل جمله میپرسیم. اول باید ما فعل اون جمله رو پیدا کنیم بعد چه سوالی از فعل میپرسیم؟ آفرین چه چیزی را؟ چه کسی را؟ چه... یا چه چیز را؟ چه کس را؟ همش درسته بچه ها. به اضافه فعل جمله پس راه پیدا کردن مفعول چه چیز را؟ چه کس را؟ به اضافه ی... فعل جمله جواب و هر کلمه ای که بتوانیم جانشین چه چیز را بکنیم میشه اون وقت مفعول خب حالا بریم یه چند تا مثال داشته باشیم بچه ها شما رو تشویق میکنم که مثال های مختلفی بزنی جملاتی رو مثال بزنی که توش مفعول به کار رفته باشه من اینجا یه سری مثال نوشتم قبل از اینکه جوابا رو نگاه کنید شما هم سعی کنید مفعول رو تو این جملات پیدا کنید مثال اول جمله اول نوشته متین بهار را دوست دارد جمله رو میخونم یک بار دیگه متین بهار را دوست دارد خب سوال میکنیم متین چه کس را دوست دارد؟ ببینید بچه چه کس را به اضافه فعل جمله متین چه کس را دوست دارد؟ و در جواب ما میگیم بهار را خیلی راحت متوجه شدیم که در این جمله بهار مفعول هست و را نشانه مفعول خب جمله بعدی ما علی کتاب را برداشت شما بچه ها فکر کنید در مورد این جمله چجوری باید سوال کنیم؟ آفرین علی چه چیز را برداشت؟ فعل جمله برداشت در جواب میگیم کتاب را پس کتاب در این جمله مفعول و را نشانه مفعول خب بریم سراغ مثال بعدی مثال رو متوجه بشیم هر چقدر جملات مختلفی رو مثال بزنیم بهتر یاد میگیریم بچه ها این خاطرتون باشه سهراب را کشت سوال رستم چه کسی را کشت اشیا یعنی برای غیر جاندار استفاده میکنیم و برای اشخاص از چه کس را چون سهراب یه شخصی هست پس من باید بگم چه کس یا چه کسی را کشت و در جواب میگم سهراب را بیاین مثال های مختلف بزنید با توجه به جملاتی که دارید سوال کنید چه چیز را چه کس را به اضافه فعل جمله خب عزیزان خیلی ممنون که همراه ما بودین تا یه آموزش دیگه خدا نگهدار